ریمای شجاع نویسنده الیشا برگر نگارگر شمیم احمد برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده ملیحه بهرام ریمای شجاع ریما از این که با کاکایش و جشنواره رفته است خیلی حیجانی است اما زمانی که او مصروف دیدن چیزهای زیبا و رنگارنگ در اطراف خود است متوجه می شود که کاکایش را گم کرده است ریما گم شده است آیا ریما خواهد توانست کاکایش را در بین این جمعیت بزرگ پیدا کند؟ به این داستان زیبا گوش بدهید. ریما با کاکایش به یک جشنواره آمدند همه جا رنگهای زیاد دیده می شود سرخ، سفید و رنگهای دیگر کاکای ریما رنگ سرخ را بسیار دوست دارد در جشنواره غرفه ها و دکان های زیادی دیده می شود بسیار چیزها برای فروش هر طرف گذاشته شده بود ریما با شگفتی و هیجان به هر سو نگاه می کند ناگهان ریما متوجه شد که کاکایش در پهلویش نیست کاکای ریما چی شد؟ کجا رفت؟ ریما هر جا را پالید اما کاکای خود را نیافت او خیلی پریشان شد اما همت خود را از دست نداد ریما با خود فکر کرد من همیشه چیزهای گم شده را پیدا کردم کاکایم را نیست پیدا می کنم تمام جشنواره را می پالم و او را پیدا می کنم ریما گروه از مردم را دید که زیر یک درخت گرد آمده بودند و رقص مار را تماشا می کردند کاکای ریما در بین آنها نبود ریما فکر کرد که شاید کاکایش رفته است تا برای او گودی بخرد. پس سوی غرفه گودی فروشی دوید، اما کاکایش آنجا هم نبود. ریما با خود فکر می کند. کاکایم کجاست؟ او کجا می تواند رفته باشد؟ شاید دو سوار از چوبی شده باشد، ریما با خود فکر کرد. سپس به سرعت سوی از چوبی دوید. ریما صدا کرد. کاکا جان، کاکا جان، اما کاکایش آنجا هم نبود. در این وقت ریما متوجه مردی شد که در نزدیکی او استاده بود. ریما با صدای بلند صدا کرد. کاکا! مرد دور خورد و به ریما نگاه کرد. آن مرد به ریما نگاه کرد و پرسید. اوه! Oh, عزیزم تو کاکایت را گم کرده ای؟ ریما بالونهایی را دید که بر فراز یک درخت پرواز می کنند. در نزدیک درخت به تنها ایستاده بود و گریه می کرد. ریما از او پرسید چی شده است؟ تو چرا گریه می کنی؟ اما پسرک بدون این که بر ریما توجه کند هنوز گریه می کرد. سپس ناگان فریاد زد. مادر، پدر. ریما می دانست چی کند. او پسر را به نزدیک ترین میکروفونی که در آنجا بود برد. او با گوینده گفت. این پسر با کمک ما ضرورت دارد. لطفا اعلان کنید که او گم شده است تو اینجاست تا پدر و مادرش با خبر شوند. پدر و مادر پسر زود آمدند. آنها بسیار خوشحال بودند. اما کاکای ریما کجا بود؟ صبر کنید. او نه. کاکا. آنها سوی یک دیگر دویدند. کاکایش با خوشحالی پرسید. تو کجا بودی؟ من همه جا را دنبال تو گشتم. ریما پاسخ داد. من دنبال شما میگشتم. کاکاش با لبخند گفت عزیزم اما کاکاها ضرورت ندارند تا کودکان آنها را جستجو کنند پایان داستان سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکانی در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید.